شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم به ما پیوسته. آقای مدرس خوش آمدید. آقای مدرس، از همین صحبت‌های حداد عادل شروع کنیم. یه تناقض و پارادوکسی بین حرف‌ها وجود داره، یا اینکه نه داره نظر مسئولان جمهوری اسلامی تغییر می‌کنه نسبت به اون روزهای اول که ثبت نام می‌کردن و تبلیغ برای رفتن به جنگ اسرائیل و حماس رو توی تلویزیون می‌کردن؟ وقتتون بخیر آقای غلام ابوالفضل. ببینید، در جمهوری اسلامی همواره چند دستگی‌های بسیار زیادی وجود داشته، خصوصا در بنوی میشه گفت رتبه‌های بالا در مراحل بالای قدرت، کسانی که دیکتاتورها، کسانی که بخش بیشتری از قدرت رو در دست دارند. اما همواره همراه بوده با یک اولا ریاکاری و دوما این چند دستگی ها بر سر عدم وجود عقلانیت بوده. شما وقتی که نگاه میکنید به عنوان مثال به تمام این جنگ و درگیری که جمهوری اسلامی در این 44 سال یک مورد فقط علیه اسرائیل داشته، این بیمنطق ترین و غیر ضروری ترین جنگ تاریخ روابط بین الملل هست، به خاطر اینکه هیچ منفعتی رو نتونسته توجیه کنه و الان هم همچنان دارن اون رو دنبال میکنن، برای اینکه نظام های استبدادی رو اگه اون ایدئولوژی و اون ارزش هایی که تعریف کردن رو از اونها بخوایم بگیریم، عملا دیگه چیزی برای ارائه دادن ندارن. شما اگه از جمهوری اسلامی بخواید اسرائیل ستیزی، آمریکا ستیزی رو بگیرید، دیگه چیزی برای بنوی میشه گفت ارائه نخواهد داشت. در بحث‌های دیگه هم دقیقاً به همین شکل عمل کردن. به عنوان مثال در بحث سیاست خارجی، در بحث سیاست‌های دفاعی، دقیقاً به جای اینکه در پی این باشن که بخوان بیان یک دیالوگ برقرار کنن، برای یک صلح پایدار یک دیالوگ سازنده بخوان برقرار کنن، میان دست میزنن به فعالیت‌های توسعه صنعت بالستیک، پهپاد درست میکنن، میفروشن به کشورهای دیگه در جنگ‌های مختلف، و از سمت دیگه میان گروه‌های نیابتی رو ایجاد میکنن، گروه‌های نیابتی که حداقل در 8 نقطه مختلف مشغول هستن، چیزی بالغ بر 40 گروه رو جمهوری اسلامی داره ساپورت میکنه و به نظر میرسه با گذر زمان داره اون اتوریته و اون به نوعی میشه گفت تسلطی که پیش از این بر این گروه ها داشت رو هم رفته رفته داره از دست میده. صحبت هایی که آقای حداد عادل دارن جدا از همون رویه همیشگی جمهوری اسلامی نیست، دقیقا در همون مسیر داره پیش میره. آقای مدرس، این صحبت های حداد عادل چقدر میتونه بر روی حماس تاثیر بذاره؟ حماس که اصلی ترین حامیش جمهوری اسلامی است و الان میبینه که یکی از بالاترین مشاور رهبر جمهوری اسلامی عملا میگه ما نباید دخالت بکنیم در این جنگ. ببینید، 100% تأثیر منفی خواهد گذاشت، اما بحثی که هست اینه که اولا به نوعی میشه گفت اون رابطه‌ای که بین جمهوری اسلامی و حماس بوده هیچگاه شبیه نبوده به رابطه‌ای که بین حزب الله و جمهوری اسلامی وجود داشته، به خاطر اینکه همیشه یک سری تفاوت‌های بسیار پایه‌ای بوده در اون میان. به عنوان مثال حماس همیشه میشه گفت که ادامه است از اخوان المسلمین در سرزمین حالا اسرائیل اون بخش غزه، اما این تکرار این مسئله باعث میشه که جمهوری اسلامی اون اعتباری که تونسته بین این گروه ها، همون اعتبار تروریستی که تونسته بین این گروه ها به دست بیاره رو رفته رفته از دست بده. برای اینکه پیش از این مسئله رو داشت، یک بار این کار رو با حوثی ها کرده بود، با هشت و شبی چنین رفتاری داشته، با حزب الله لبنان چنین رفتاری داشته، اما اینها چون از نظر ماهیتی یک سری گروه مزدور محسوب میشن، مادامی که اون مواجب خودشون رو دریافت میکردن، به نوعی میشه گفت که پیش میرفتن با این داستان. ولی وقتی که جمهوری اسلامی به دلیل بسیاری از تحریم ها و شرایط اسفناک اقتصادی که ایجاد کرده درون کشور حتی نمیتونست دیگه بخواد اون وجوهات اینها رو هم بهشون بده، از اونجا بود که شروع شد یک سری مشکلات خودشون رو نشون دادن. در کنار اون یک بحث دیگه که پیش میاد، تحریم های جدیدی که داره وضع میشه علیه این گروه ها و فرماندهان اونها، به عنوان مثال تحریمی که علیه 6 تا از چهرهای کتایب حزب الله و کتایب سید الشهدا ایجاد شد، اینها باعث فشار افزون بر این گروه ها خواهد شد و باعث میشه که جمهوری اسلامی اون چتر قدرتی که از این گروه های نیابتی ایجاد کرده بود رفته رفته جمع شه و این نارامی ها افزایش پیدا کنه، به خاطر اینکه مشخصا کنترل جمهوری اسلامی بر روی گروه های نیابتیش داره کاهش پیدا میکنه. ممنونم از شما، شاهین مدرس، سرگر مطالعات امنیتی.